آموزش. شنونده های عزیز، سلام. ما و کامپیوتر را بپذیرین. کامپیوتر معلوم میشه که برای تقدیم کردن برنامه آماده استی. گاه چونین شده باشد که من آماده نباشم؟ نه خیر، هیچ وقت نشده. در بخش اول چی داریم؟ این را داریم. ای زرنج از برادرزاده ما بود، کاروبارش نشد و رفت ایران. زرنج ما اینجا با زرنج از ایران گرفتم. من قدر کار میشه که مدام مصرف زندگی و خانواده ما برآورده میشه. گفته های جوانی بود که امیدهایش را از دست نداده، در حد توان با امیدهایش تلاش کرده. یکی چی تلاش های کرده کمی بعد میشنویم. جیمز استارلی صدها سال پیش بایسکیل سی چرخه را طراحی کرده بود. کامپیوتر، معلومات بیشتر درباره جستجو کو. و در بخش دوم گپای شخص داریم. وقتی که نکات را مد نظر نگیری که مهم نکات است برای شروع کردن امی فارم، معلوم دار که فارم ما به یک شکست بسیار کلان مواجه می شد و بالاخره باعث می شد که اقتصاد ما بسیار ضربه کلان بخوره از این طریق. صحبت های شخصی بود که قبل از ساخت فارم مرغداری برخی نکات سنجیده. یکی چی چیزایی در بخش دوم با هم شنویم. مرغ که سرش جدا شود زنده می ماند؟ نی کامپیوتر، چطور امکان داره که زنده بمانه؟ ما در بخش آخر هم قصه جوانی را داریم که از مکتب رفتن بنابر مشکلات اقتصادی باز مانده، اما پیشه ای را برای پیشبرد زندگیش آموخت و از روز یاد می کند که در خانهش خش نداشتند. بعضی ها چنین یادآوری می کنند که امید حیات است و ناامیدی مرگ. امید داشتن به زندگی زمان مطرح می شود که زمینه های کار و فعالیت و داشتن آید فراهم باشد. هزاران جوان هم تحصیل یافته و غیر تحصیل یافته به دنبال کار هستند، اما کار نمی یابند. در صورت پیدا نکردن کار مطابق رشته یا علاقه، پس چی کار باید کرد؟ آیا دست زیر لاشنش است یا کاری کرد؟ همکارم حسام الدین همدرد مصاحبه را با جوانی انجام داده که با هم می شنویم. شنونده عزیز، همراه ما جوانی هستند که اینا با یک موتورسیکل سیچرخه یا موتورسیکلی که به نام زرنج مشهور است کار میکنه، ای که چی کاروبار میکنه، کی است؟ از خود از اینا میپرسیم. شما میشه که ابتدا خود برای ما معرفی بکنیم؟ اسم احسان احمد است، از ولایت بامیان هستم. من فارغ التحصیل از رشته زراعت و حالا کاروبار مصرفیت من سه چرخه زرنج است. با این موتورسیکل شما چی کاروبار میکنین؟ اینجا مالگدام است، از مالگدام باز ما انتقال میتیم به نقاط مختلفی شهر کابل، مثال جاده نادرپشتون است، کمپانی است، کوتی سنگی است، ما در قسمت ها انتقال میتیم. وقتی از پانزه زراعت فارغ شدید، چرا با این موتورسیکل کار میکنین؟ ما در 98 از پانزه زراعت فارغ شدیم. ریاست زراعت بامیان، ریاست زراعت تخار سیوی دادیم. وزارت زراعت سیوی دادیم، نتیجه به مثبت نگرفتیم. مجبور شدیم به خاطر پیشبرد زندگی خود ما دست به کار شیم و زندگی خود پیش بریم. گاهی شده باشه که با این کاروبار را خودت انجام میدی دچار مشکلات اقتصادی شده باشی؟ بله، ما از مشکلات زیادی داریم، خصوصا در افغانستان. فکر نمی کنم که تو یک مشقت و یک مشکلات زندگی نداشته باشه و مشکلات اقتصادی نداشته باشه. ما داشتیم، مشکلات اقتصادی هم داشتیم، حتی نان خوردن نداشتیم، ما رفتیم قرض کردیم و حالا که من کار میکنم ازم خوش هستم، من خفه نیستم. خودت خود میداشید مسلکی که خواندی باید دمو کار بکنی، یک که نشد. اما باز این کار چگونه آغاز کردی؟ زمانی آغاز کردم که زرنج از برادرزاده ما بود. برادرزاده ام کاروبارش نشد و رفت ایران. زرنج من اینجا با زرنج از ایران گرفتم. یعنی مدتی بیشتر از 6 ماه میشه که من کاروبار زرنج میکنم. من قدر کار میشه که مدام مصرف زندگی و خانواده ما برآورده میشه. پیش از این 5-6 ماه که موتورسیکل بگیری چی کار بار میکردی باز؟ یک موتر از کسی دوستای ما بود، من دو تاکسیانی میکردم و قبل از این تاکسیانی ما اینجا مالگدام است، مال میام است، شو ما تیلر تا میکردیم، کانتینر تا میکردیم، از این طریق ما پول پیدا میکردیم. از این که به حساب بمون رشتید نتونستی موفق شوی که کار بکنی، نامید نشدی؟ نه خیر، من از این که به اون رشته پیدا نتونست کار، من این کار آغاز کردم. و از یام نامید نیستم که من چرا اونجا وظیفه گرفتن اتن 2 سال بعد، شاید 1 سال بعد، 6 ماه بعد میگیرم. اما پشت ازو هستم، به خاطر پیشبرد زندگی من این کارا کردم که من بیام از رنگ کار بکنم و زندگی خودم پیش برم. برای رسیدن برای امی امیدای چی کردی؟ برای رسیدن به این امیدای من مطالعات خود دارم، در این بخشی که من درس خوندم، بخش کامپیوتر هم کار میکنم، کورسای انگلیسی تعقیب میکنم. متاسفانه که اقتصاد شدم کورسای انگلیسی رو تعقیب نمیکنیم. کتابایی که از پنتون من دارم و اونارا من مطالعه دارم، اما به خاطر آینده خود از اینترنت مواد جمع آوری میکنم. روزانه من مطالعه دارم، تا وقتی کار داشتم کنم پیش کار ما میرم، نداشتم فرصت بیکاری بود، مطالعه دارم. چون زراعت ستون فقرات اقتصاد کشور است که باید زراعت جور شود، اقتصاد کشور جور میشه، لازمی طریق ما مصرف خدمت به کشور شود.
از عایدات و از مصارف زندگی برای ما قصه کن. دینامیک پیدا میکنیم که امور مصارف روزمره و کار مشهد زندگی خود میشه، ما کم پس انداز یا اضافه نیست. پیشتر یاد کردی گفتی در کدام سرایی که گدام بود در اونجا هم کار میکردین، در اونجا وقت عایدتان چی قسم بود؟ کاروبار خوب بود، 1500-2000 ما روزانه کار داشتیم و از او هم مصرفی خوب در خانواده داشتیم و هم چیزی پس اندازی ما داشتیم در وقت. و حالا همین قمیشه که روزانه 400-500 که پیدا میکنیم اینی میره فقط شو یک 5 نان و یک چیزی میبریم به خانه که امرو بخوریم. بسیار زیاد تشکر شما. تشکر از شما. خو کامپیوتر در شروع برنامه گفتی که معلومات کدام بایسکل سی چرخه را میپالم. یافتی؟ بله. بعد از ساخت بایسکل های دو تایره، بایسکل های سی تایره را نیز ساختند. تنها یک چرخ اضافه داشت یا تغییر دیگه هم داشت؟ نه خیر. با واسطه دست و پا حرکت داده میشد. خیر بگو که در کدام کشور است؟ در کشور انگلستان. هر کس در حد توانش برای پیشبرد امور زندگی دست به کار میشود. احسان احمد هم در حد توانش با گرفتن موترسایکل سی چرخه زندگیش را پیش می برد. برخی ها بدون این که از قبل نکات بسنجن پیسهشان را در کار بند می کنن. گاهی دوچار مشکل می شن. اما همه چونی نیستن. قبل از آغاز کار برخی سنجش های را در نظر گرفته. یکی کدام موارد است؟ باز هم در گفت و شنود همکارم با هم مشنویم. شنونده عزیز، ما در شهر کابل در یک دفتر آمدیم که اینا کاروبار را آغاز کردن. ای که چی کاروبار را آغاز کردن؟ از خود از اینا میشویم در ابتدا یا از اینا میخواییم که خود برای ما معرفی بکنن؟ اسم ما احمد سیار است. زیادتر از 6 ماه میشه که ما پلان گرفتیم که باید یک فارم مرغ جور کنم. چی برنامه‌ای دارین برای کاربارتون؟ چون تخم ضرورت هر خانه است، همچنان مرغ هم ضرورت هر خانه است. ما باید کاربار را شروع کنم که او کاربار ضرورت مردم را پوره بکنه. بنا به اینمی دلیل ما خواستم که امی مرغ تخمی را فارمش را جور کنم. شما چرا در کارهای اقتصادی امی کار انتخاب کردین؟ به خاطر از این که کلگی ضرورت به یک معیشت زندگی دارم و ما هم خواستم که از این که ما در یک جای دیگه کار کنم، ما از عهده از این برآمدم میتونستم که ما یک فارم جور کنم. پس بالاخره من تصمیم گرفتم که ما فارم جور کنم و خودم بتونم که کار کنم و حتی در پلوی ازی بدگام زمینه کار برابر شوه. خب شما گفتین 6 ماه پیش آغاز کردین، حالا در کدام قسمت کار هستین؟ در جریان 6 ماه ما تانستیم که یک جایی را بگیریم، چون زمستان هم در آب بود، همینقدر تانستیم که ما چهاردیوالی از او را و دروازه از او را و چای آب از او را کل از اینا را تهیه کردیم. یک مقدار کارایش مانده، هر وقت که می زمستان خلاشه و کم گرمی بیه کارای اتاقایش هم مد نظر گرفتیم که باید آبادی کنیم و بعد از او باید ما امو خود ماشینای چوچکشی و اینا را بیاریم و تخم نطفه داره که ضرورت است از اون نسل خاص او را بیاریم و فعالیت خود آغاز کنیم. شما در آغاز کار هستین، کدام نکات کار شما در نظر گرفتین که تاوان نکنین؟ مخصوصا بنیاد هر کار که است شروع از 3 چیز میشه. یکی از امی 3 کار که است، اولش از تولید، دومش از پروسس و سومش از فروش. در قسمت مرغداری معلومدار تولیدش ما مد نظر گرفتیم. تولید خود مرغا که است به شکل میشه که شروع میشه از دانه خوب که ما بر از نا سیستم خاص را مد نظر گرفتیم که دو دانهش ارزانتر تمام میشه و دوم در سیستم پروسس خود اونمو مثل که مرغ کلان میکنه، اینمی پروسه خود مرغ است که چرا قمیر کلان میکنه. یک مرغ که چوچه میباشه تا وقت که 5.5 ماه 6 ماه میشه که سر تخم میه، اینی پروسش است. بر از او ما جای گرم مد نظر گرفتیم که مریض نشن و سیوم فروش از یکی از بخش مهمه ازی است. ما بر از این پلانای گرفتیم که ما بر فروش ازیام پلان داریم که چه رقمی را به فروش برسانیم که با قیمت خوبتر و منظمتر هم تخمش و هم خود مرغ سودا شوم. شما چرا قبل از آغاز کاربارتون این نکات در نظر گرفتین؟ این نکات بسیار مهم است. در صورتی که اگر ما این مسائل را در نظر نگیریم، اینمی فارم ما به یک نقص کلان مواجه میشه و بالاخره باعث میشه که اقتصاد ما ضربه بخوره و وقت اقتصاد ضربه بخوره معلوم دار که یا قرضدار میشیم یا که دست از کار میورداریم. به او خاطر پیش از هر کار لازمه می است که آدم سنجش کنه که آیا این کار بر ما واره میکنه. اگر در این قسمتی که ما فارم جور میکنم، در این قسمت فارم آیا دونمون منطقه که ما می فارم گرفتیم اوجا برابر است؟ اینی مهم بخش از این فارمداری و هر کاری که شروع میکنی هست که تو باید تمام ابعاد از او را فکر بکنی. چگونه این مسئله در ذهن شما گشت که قبل از آغاز کاربار شما برخ نکات رو در نظر بگیرین؟
معلوم دار است اگر این نکات مد نظر نگیریم خب ورشکست میشه. هر شرکتی که باشه، هر فارمی که باشه و هر نوع تجارتی که باشه ورشکست میشه. هر قدم را که آدم میمانه خصوصا در قسمت تجارت باید دور سنجیده بانه. در این بخش فارمداری از دیگه کسا دیدیم که اونا فارم که جور کردن بدون سنجش شروع کردن و بسیار تاوان کردن. به او خاطر تصمیم گرفتیم که پیش از پیش باید خود بفهمانیم در این کار. به می دلیل است که ما می کاتمت نظر گرفتیم که کسایی که زیاد مسلکی هستند در این بخش که از او کسا صحبت داشته باشم و اونا بر ما رای حلای بسیار منظم و خوب را بر ما پیشنهاد کردن. در این کار نفرای مسلکی هم که ما هسته که کار میکنن که البته به حساب کارمند کار میکنن که اونا اکثر ابعاد از اینه میره مد نظر میگیرن. بالفرض اگر شما امین نکات از قبل در نظر نمیگرفتین چی فکر میکرین نتیجه کاربار چی میشد؟ وقتی که این نکات را مد نظر نگیری که مهم مهم نکات است برای شروع کردن امی فارم، معلوم دار که فارم ما به یک شکست بسیار کلان مواجه میشد و بالاخره باعث میشد که اقتصاد ما بسیار ضربه کلان بخوره از این طریق. یعنی یقین دارین که کاربارتون موفق میشه؟ بله، ما متعقن استم که انشالله در ظرف 8 ماه الی 1 سال دیگه فارم ما به پای استاد میشه و کمی گرم شوه و خنک کمی خلاص شوه. امی پروسه حدود 8 ماه الی 1 سال در بر میگیره. فقط دو مسئله از دیگه، یکی که خنک چقدر وقت دوام میکنه و دومی که آبادی چقدر وقت میگیره و ما صاحب یک آید از این فارم میشه. یعنی 8 ماه بعد نتیجه مثبت به دست میارین؟ تحقیق ما انجام دادیم، انشالله و تعالی خدا مهربان است که ما یک نتیجه مثبت از این کار به دست بیاریم. اگر خواست خدا بود ما هم 8 ماه بعد یا 1 سال بعد پیش شما میایم و نتیجه کاربارتان انشالله از نزدیک خواهیم دیدید. مشکل نیست، ما در خدمت شما هستیم. خب کامپیوتر، معلومات مرغی که بعد از بریدن سر زنده مانده بود پیدا کردی؟ بله، در سال 1945 ذبح شده بود. چند دقیقه زنده مانده بود؟ از دقیقه یاد نکن، از ماها بپرس. چی؟ ماها؟ پس چند ماه زنده مانده بود؟ 18 ماه زنده بود. کامپیوتر، این کار در کجا شده بود؟ در کشور امریکا. تشکر کامپیوتر. اینا گوش دهید به قصه جوانی که روز پدرش از وای پول خواست تا به خانه خرج ببرد ولی پول نداشت که برایش بدهد. نام محمود است، از قریه میانجوی هستم، رسوال قربا، ولایت کابل. از خانواده یک دهقان هستیم. جایم داشتیم خب کم بود، پردن میشد. چند بیادرها بودیم، اقتصاد ما خوب نبود. یک بیادر طرف ایران رفت و خودم هم در نجاری رفتیم. یک دو سال شاگردی کرد، بعد از اون یک نفر پیدا شد که بیا ماشین ما میخرم. ما خودم پول نداشتم، ماشین وقتی خرید باز کار بار کم بود، دلش گرفت تو دکان و من علاقت باز بعد از قسطکی پیسه برو جور کرده رفتم داده رفتم تا که خلاص شد. اقتصاد خوب نبود، پدرم دکان کار بود، روزانه کار میکرد 200-300 خرج خانه نمه برامد. روزی که آمد در دکان ما گفت پیسه از پیشت خرج خانه را بگرم، اون روز نبود پیش ما زیاد سخت تمام شد. این تو روزای تلخ زندگی را دیدیم. اساسا یک چند خریار را که کارها شکنم، حال شکر از خوب از اگه کارها بیش از روزمنه خرچ خانه را میکشیم. شنونده های گرامی، برنامه را که شنیدین همکار ما حسام الدین همدرد در مؤسسه تعلیمی افغانستان نوشته و تهیه کرده بود که ما سمیرا حلیمزی برایتان تقدیم کردم.